تمام کاراشو برده بود اونجا نمایش داد. اون که داشتی تئاتر کار میکردی با مصطفی اسکوبی، مصطفی اسکوبی وسوسه نشدی سینما بازی کنی، فیلم بازی کنی؟ فیلم وامپیر رو میگی؟ نه وامپیر که نه، اون فیلم خودش بود. فیلم سینما هستن، بری بازیگر سینما بشی، وسوسه نشد. اصلا دوست نداشت. شما اصلا... چی؟ شما دوست داشتی؟ من که اصلا با عشق فردین اومده بودم تئاتر. اصلا به عشق با بروز وسوقی و به عشق پیکمان وردی و اینا اومده بودم. وقتی اومدم با استانیسلافسکی آشنا شدم. چه خوب. وقتی با این تئاتر آشنا شدم اصلا ما دیگه اون عشق فراموش کردیم. سینما رو اصلا محروم کردیم. فراموش کردیم. تئاتر اینه. خب من با تئاتر شروع کردم دیگه. نه پس خودت دوست داشتی بازیگری. کتاباش تا شاب میشد. سال 52 خانم اسکویی دو تا کار هنرپیشه رو خود و کار هنرپیشه بر نقش رو انتشارات گویا چاپ کرد و آقای پرویز تاییدی هم یه مقداری از اون زندگی من در هنر رو، یه مقداری از اوتلو رو چاپ کرد توی دانشکده هنر رمانی دراماتیک. ما کم کم با استانیسلافسکی آشنا شدیم. قبل از اینکه با استانیسلافسکی با این هنر تئاتر و این شیوه کار اسکویی که برای خودش خب برای شیوه خاص خودش بوده آشنا بشی، عاشق فردین بودی، با کدوم فیلم‌های فردین عاشق شده بودی؟ همه فیلم‌هاش رو دوست داشتم. همه فیلم می‌خوام تو جای اون باشم. جوانی بود و عشق فیلم. اصلا اشکال نداره، من هنوز عاشق فردینم، اشکال بله. نداره. آره هممون عاشق فردین. من دوستش داشتم. بیکن وردی چی؟ بیکن وردی هم دوست داشتم. چون می‌خواستم جای اون باشم. بلند شدم، زیبایی اندام کار می‌کردم که جوانی بودم کار می‌کردی. بلند می‌شدم مثلا لگد می‌زدم به دیوار می‌گفتم آها این چیز فرضی منه. چه خوب ده. که مثلا جای اونو بگیرم. اینا رفتی که یک استدیویی که بگی من میخوام بازی کنم. نه نه نه. عاشق این بودم که یکی دو دفعه رفتم توی این چی؟ ارباب جمشید. چیزه. ارباب جمشید. بله ارباب جمشید. ارباب جمشید. که این هنرپیشه ها رو ببینم. دیدی؟ یکیشون هم ندیدم. یا ایت ارباب جمشید یه قهوه خونه بود تای ارباب جمشید اون اونجا قلم زدم ولی یکیشون هم ندیدم که مثلا نرفتی استدیویی بگی من میخوام بازی کنم 15 سالم بود خب نرفتی داخل استدیویی بگی من بازی میکنم نرفتم نرفتی نرفت.